جنگ خندق، محاصره مسلمانان. در این پادکست قراره به سراغ یکی از نبردهای معروف صدر اسلام یعنی جنگ خندق برم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. جنگ خندق یا نبرد احزاب جنگی بود که در 17 شوال سال 5 هجری برابر با سال 627 میلادی در یثرب میان سپاهیان مسلمان پیرو پیامبر اسلام و سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان شکل گرفت. این نبرد سومین رویارویی مسلمانان مدینه و اهل مکه و از نبردهای مهم تاریخ اسلامه. در این جنگ حفر خندق در اطراف شهر به پیشنهاد سلمان فارسی انجام گرفت. تعداد نیروهای احزاب مکه در این جنگ به 10,000 نفر می رسید، در حالی که مدافعان مدینه حدود 3,000 نفر بودند. این نبرد سرانجام با پیروزی مسلمانان و شکست اهل مکه به اتمام رسید که این شکست باعث شد تا اعراب مکه بسیاری از دارایی‌ها و اموال تجاری شام را از دست بدن. هنگامی که پیامبر اسلام قبیله یهودی بنی نذیر را از سرزمینشون اخراج کرد، اونها راهی خیبر شدند و دیگر یهودیان را به جنگ با مسلمان‌ها تحریک کردند. بنی نذیر همچنین به مکه رفتند و قریش را به نبرد با مسلمان‌ها تحریک کردند. قریش در نهایت پیشنهاد نمایندگان یهودیان را پذیرفت و به جنگ با مسلمانان مدینه رهسپار شد. در این نبرد هم پیمانان قریش یعنی بنی سلیم، قطفان و بنی اسد هم به جنگجویان سپاه مکه پیوستند و چون این سپاه از چند گروه تشکیل می شد به احزاب معروف شدند. سپاهیان قریش 10,000 نفر و مجموعاً در 3 لشکر بودند که فرمانده تمام اینها ابو سفیان بود. پس از حرکت قریش، بنی خزاعه پیامبر اسلام رو از برنامه قریش و حرکت لشکر اونها آگاه کرد. پیامبر اسلام برای جنگ یاران ویژه خود رو جمع کرد. برخی پیشنهاد کردند که به شیوه قلعه‌داری از یثرب دفاع کنند و از بالای دژها و نقاط مرتفع با دشمن بجنگند. سلمان فارسی که با استراتژی‌های جنگی ایرانیان آشنایی داشت، پیشنهاد داد که دور تا دور شهر رو خندق بکنند تا از پیشرفت دشمن به درون شهر جلوگیری بشه و سپس با ساختن دژها و سنگرهای مختلف در اطراف به دفاع از شهر بپردازند و پیامبر اسلام هم همین نظر رو پذیرفت. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کار کندن خندق با شتاب آغاز شد و کندن هر ناحیه‌ای از خندق به یک گروه از مسلمان‌ها واگذار شد و هر فردی به کندن 40 ذراع مأمور شد. یهودیان بنی قریظه هم در کندن خندق مسلمان‌ها رو یاری کردند. کار خندق در 6 روز به پایان رسید و زبیر ابن عوام به سرپرستی پاسداران درهای قلعه در هر قسمت خندق منصوب شد. بنابر نقل برخی منابع تاریخی، بنی قریظه که ساکن داخل شهر یثرب بودند از بیرون با قریشیان همپیمان شدند تا اونها هم از پشت سر به مسلمانها حمله کنند و کار مسلمانان رو یکسره کنند. مسلمانان که از پشت سر خود و داخل مدینه و از جانب بنی قریظه احساس ترس داشتند، دچار حراس زیادی شدند. هنگامی که احتمال حمله شبانه بنی قریظه به مرکز شهر زیاد شد، پیامبر اسلام 2 گروه از اصحاب خود را در 500 نفر برای محافظت از خانه های مسلمان ها اعزام کرد و این افراد تا صبح تکبیر می گفتند. در منابع تاریخی در رابطه با حملات خالد ابن ولید، عمرو بن عاص و ابو سفیان و همچنین تیراندازی و درگیری شدید و زخمی شدن عده بسیاری از هر دو طرف از جمله سعد بن معاذ مطالبی ذکر شده. سپاه قریش چندین بار سعی کرد از خندق عبور کنه اما موفق نشد. سرانجام 5 نفر از این سپاه به نامهای عمرو بن عبدود، اکرمت بن ابی جهل، حبیرت ابن وهب، نوفل ابن عبدالله و زرار ابن خطاب موفق شدند از خندق عبور کنند.
در نبردهای تن به تن عمر ابن عبدود به دست علی ابن ابی طالب کشته شد و نوفل ابن عبدالله پس از گذشت از خندق سقوط کرد و سنگ باران شد که در اون میان علی وارد خندق شد و اون رو کشت. محاصره مسلمان ها 15 روز طول کشید که سرانجام پس از کشته شدن نوفل ابن عبدالله و عمر ابن عبدود سپاه قریش پراکنده شدند. پیامبر اسلام حذیفه رو مأمور کرد که از خندق عبور کنه و از اوضاع دشمن اطلاعاتی به دست بیاره. صبح سپاه مکه اونجا رو ترک کرده بود و دیگر کسی باقی نمونده بود. پس از عقب نشینی نیروهای قریش، مسلمانان بلافاصله سرزمین‌های قبیله یهودی بنی قریظه رو محاصره کردند. پس از 25 روز محاصره، بنی قریظه بدون هیچ گونه قید و شرطی خود را به مسلمانان تسلیم کردند. پس از تسلیم شدن اونها، مسلمانها به سرعت قلعه ها و مواضع بنی قریظه را تسخیر کردند. پیامبر اسلام یکی از صحابی خود به نام سعد ابن معاذ که دوستی قدیمی و دیرینه هم با بنی قریظه داشت رو برای قضاوت برای سرنوشت بنی قریظه انتخاب کرد و سعد هم چنین حکم داد: تمام مردان بنی قریظه کشته شوند، املاکشان بین مسلمین تقسیم شود و زنان و کودکان آنها به اسارت برده شوند. این حکم توسط پیامبر اسلام تایید شد و عنوان شد که حکمی بسیار نزدیک به حکم خداست. پس از این پیامبر اسلام دستور داد تا حکم اجرا بشه و به گفته طبری حکم توسط علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام اجرا شد. پیروزی مسلمان ها در این جنگ و شکست و بازگشت احزاب در این غزوه ضربه‌ای بسیار سهمگین بر اونها بود، چرا که نه تنها امکان هر گونه سازماندهی و لشکرکشی دوباره را از اهالی مکه گرفت، بلکه بر اقتدار دولت اسلامی مدینه هم افزود. در این جنگ بنابر نقل منابع مختلف از مسلمان‌ها 6 نفر و از اهالی مکه هم 8 نفر کشته شدند. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ضمناً ما هر شب پادکست جدید داریم، پس اگه علاقه مندید از انتشار پادکست های جدید کانال خودتون با خبر بشید، علامت نوتیفیکیشن یا همون زنگوله رو حتما فعال کنید که به محض انتشار پادکست جدید ازش با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.